آزادی خوری داتا مو سلام دے ایتا نیک مرغی خوری داتا مو سلام دے خوش آمدید میگم به برنامه بسیار افغان میخوایم دیرتر به شما رسیدیم. هشت ثور در تاریخ معاصر افغانستان چگونه قضاوت میشه؟ برایند هشت ثور بر مردم افغانستان و بر افغانستان چی بوده؟ و مسئله اخیری که آرمان مجاهدین پس از پیروزی چی بود؟ و چقدر ای آرمان ها متحقق شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام تقدیم شما آقای سخی زاده، مهمانان و استادان نهایت عزیز القدر گرامی، استاد عبدالناصر شفیق، دکتر صاحب نهایت عزیز القدر و محترم فضل هادی وزین، با تایید همه صحبت های تاریخی که بزرگا و رهنمای ما کردن کاملا مهر تصدیق میزنم، من حیث یکی از شاگردا و رهروای از این مکتب که اینا به حساب بزرگای ما بودن و رهروان پیشنوای ما بودن کاملا دقیق صحبت کردن خطاها. و این روز، روز هشت ثور که روز نمادین آزادی و خوشی و خوشبختی و یک نظام اسلامی باید بر افغانستان می بود، متاسفانه متاسفانه که من این را با این روز نمیتانم. چرا هشت ثور ما فکر روز آزادی افغانستان، روز به حساب کامیابی و استقرار نظام اسلامی در افغانستان نمیدانم، از خاطر که این روز روز ما نبود. مجاهدین قبل از هشت ثور به کابل در آمده بودن، ولایات قبلا سقوط کرده بود، نظام قبلا سقوط کرده بود. این یک دسیسی بین المللی بود که این روز در پالوی هفت ثور آوردن، چرا که در عقب از پلان های جهانی داشت به وقوع می پیوست. اونا هفت ثور چون روز بدنام بود، روزی بود که روز بربادی و به حساب بدبختی افغانستان آغاز شده بود. افغانستان از اونمو روز سنگی بنیاد قتل و قتال و وحشت و بربریت و زدن و کشتن و در بدر کردن شروع شد. در پالوی از او آوردن روزی را که ملت افغانستان 1.5 میلیون شهید داده بود، آواره شده بودن 25,000 قریه و دهات ما در اثر تجاوز روزها از بین رفته بود، 500,000 انسان ما معیوب و معلول شده بود، 7.5 انسان های ما از وطن در بدر شده بودن. ایرا در خفا دو قدرتی که با هم جنگیدن در افغانستان، یعنی روس و امریکا، و در نهایت شکست خورده روس ها و قدرت یگانی قدرت جهان امریکا گشت، اینا در بین خود نشستن که بعد از این جنگ موتو تمام است، جنگ موتو علیه اسلام است. این مجاهدین که در افغانستان کامیاب شده، این تورم در آسیای میانه به آرام نمیمانه و مرام در جهان عرب به آرام نمیمانه. فلهازا باید دست یکی کنیم و این نظام از بین بره. امیلت بود که بننسوان به نمایندگی از ملل متحد و امریکا به صحنه میآید. روسا، امریکایی ها، شورای نظار و بننسوان به یک طرف فعالیت های سیاسی را شروع میکنن، ISI و حزب اسلامی به طرف دیگر فعالیت های سیاسی را شروع میکنند، و در بین احزاب سیاسی دیگر ما شما که بودن، اونا موجود بودن مگر به قدرت و عظمتی که حزب اسلامی در لحاظ سیاسی در افغانستان داشت و شورای نظار در سمت شمال داشت، اینا ایده تنظیم های دیگر نداشتن. وقتی که حضرت صاحب به حیث رئیس جمهوری حکومت عبوری تعیین میشه و بعد از او انتخاب میشه که این باید بره به حیث رئیس جمهوری عبوری و انتقالی دوره انتقال قدرت به افغانستان، شما میفهمید ما در او وقت در جریانات بودیم، چون همی یک خوشی و یک هیاهوی بود که در لباس خود جای نمیشدیم، چرا که بعد از 14 سال دعاها و زحمات و به حساب قربانی ها ما به کامیابی خود رسیده بودیم. هر دقیقه منتظر ازی بودیم که فرزند چی و خمی آزای فامیل کلگی حرکت میکنن و کابل به حساب فتح کابل است. اما میبینی هر روز تال میخورد رفتن حضرت صاحب و هر روز نفر آیسای به خانه حضرت صاحب میامد، چون خانه ما و خانه حضرت صاحب در پیشاور در عبدالرود نزدیک بود و ما هر دقیقه اونجا می بودیم. نفر میامد برش میگفت که تو حرکت نکو، از خاطر که تیاری تو رو میزنن، تو هوایی باید. از اینجا احمد شاه مسعود زنگش میامد که از رسل چرا تال دادی، تو باید زود به کابل وارد شوی تا ما انتقال قدرت صورت بگیره. اینجا آیسای میامد برای از رسل میگه که تو به طرف کابل نرو، از خاطر که تیاری تو رو میزنن. فاطمی سب یک وقفه میگیریم و دوباره برمیگردیم ادامه حرفای شما رو پس از وقفه میداشته باشیم. وقفه کوتاه.
به ادامه برنامه باسم خوش اومدید. فاطمی صاحب ادامه حرفایتان. ما کوشش میکنم چون مسائل تاریخی هست کم بگویم، اگر فشرده تر صحبت شود بیشتر معلومات به جوانا و به مردم ادعاد تاریخی بدیم که چی گذشت و چرا این جهاد و این اسلام به حساب نظامی که سوال شما بود که هدف از این آمدن هشت ثور چی بود. آمدن هشت ثور یا آوردن یک نظام اسلامی، یک نظام قوی، عدالت اجتماعی، عدالت عمری به افغانستان بود، نه چور و چپاول و قتل و قتال و زدن و بدنام شدن جهاد. یک پلان شوم غربی ها بود که در گردن ما انداخته شد و این روز از همین خاطر هشت ثور ساختن که بعدا میفهمیدن که وقتی اینا را به خانه جنگی ببریم و اینا در بین خود بزنن و بکشن و تک تک شون، بازی روز روز سیاه و بدنام باشه. درست. مثل که درست. فاطمی صاحب شما میگین، مثلا افهم میخوام مرفعش مرقت کردم، شما میگین که عوامل بیرونی داشت، درست، ای که مجاهدین موفق نشد یک حکومت با ثبات و اسلامی را در افغانستان بنیانگذاری بکنه و او را حفظ بکنه و ای را بقابته، ولی خیلی ها انتقاد میکنه که این خود مجاهدین بود و عامل این جنگ خود مجاهدین بود و اونا بودن که به توافق ها پشت کرد و جنگ را ترجیح داد. و آقای شفیق هم یک مسئله را اشاره کرد، بس آقای حکمتیار را که اونا ترجیح داد جنگ بکنن تا ای که برن در بدن ما به همین طرف آمده را ایستم. من میخوام تشریح بتون، وقت فهم کم است، اگه وقت باشه آدم با آرامی میتونی موضوعات بسیار با دلایل و با اسناد تشریح کنیم. با دوستای خود ببینن، من که قصه داشتم که حضرت صاحب آیسای به این فکر بود که اگه حضرت صاحب ما اینجا معطل کنیم حکمتیار شاید کابل بگیره، چرا قدرت حکمتیار در کابل بیشتر بود و کابل فکرم میرفت که حتی یادم میاد که در اخبار شهادت یک دو روز پیش اعلان شد که کابل فتح شد و به دست حزب اسلامی افتاد، در حالی که اوتر نشد، چرا که پلان تر بود که حزب اسلامی باید نبیه. پاکستان آیسای حزب اسلامی را میخواست که قدرت بگیره، امریکا، روسیه، بلنسوان، شورای نظار اینا تصمیم در بین چاتوباف با کمونیست شده بود و اونا داشتن که حکمتیار از کابل کشیدن و شورای نظار با اشتراک کمونیستا آمدن کابل گرفتن. یعنی اگه او طرف شهنواز تنه بود، این طرف جنرال دوستم، جنرال باباجان، جنرال فوزی، جنرال آصف دلاور، جنرال مومن، جنرال عظیمی، جنرال علومی بود. شما ببینین اینا این کسایی بودن که اینا عقده داشتن از شکستی که مجاهدین و ملت افغانستان به اونا داده بود و از همین خاطر اینا در این پس آمدن در نظام در آمدن تا نظام هم بدنام کنن. و دیدین من یک قصه بسیار کوتاه دارم میخوام دمی در خبر بسیار کوتاه که اورم به زبان کماندان سر توریال همت که همگی دوستان میشناسن، من از تحلیلگر در مسائل میاد و از یک کماندان های جهادی استاد سیاه بود و در شورای 51 نفری که انتقال قدرت در افغانستان زور گرفت این عضو از او بود. یک قسم میکنه که ما که به کابل رفتیم رسیدیم، چند روز بعدش جنرال مومن بالای حزب اسلامی و بالای جلال الدین حقانی داشت شلیک میکرد و راکت فایر میکرد. میگم ما و یاسر، کماندان صاحب یاسر خدا ببخشن اگه شهید شده باشن، هر دو یک جا شدیم رفتیم به دارلامان، مسعود و جنرال فهیم با هم یک جا شیشته بودن. میگم ما برش گفتیم که کماندان صاحب عامر صاحب مسعود عمل جنرال مومن داره بالای حزب اسلامی و بالای جلال الدین حقانی مرمی فیر میکنه، راکت میزنه و این برای حکومت اسلامی خوب نیست و مجاهدین ما شماست، نظام ضعیف میشه. او دفتن میگه فهیم گفت که شما برین و مومن ما نکنین که فیر نکنه. یاسر مومن و توریال احمد یک دیم میگه رفتیم پیش جنرال مومن و جنرال مومن گفتیم که متوقف کو فیرایتا، میگه صدا کرد که شما تو امر میکنین که فقط ما مادون شما باشیم. یاسر میگه برش گفت که اگه مادون نیستی، یا او گفت که غلام است، اگه غلام نیستی تسلیم شدگی نیستی، خرتوکی هستی، ای خود نظام تسلیم شده و نظام اسلامی گرفته. گفت نه، ما که تسلیمی نیستیم، ما با شما ائتلافی هستیم، حکومت ائتلافی جور کردیم، ما شما مساوی هستیم، تو مرا منی کردن نمیتونی که ما بالای جلال الدین حقانی و حزب اسلامی فایر نکنم. ببینین این مثال از خاطر تا دادم وقتی که ما میگیم که کمونیست ها از خاطر در آمده بودن تا در بین مجاهدین بیندازن و جنگ چیز کنن تا اینا هیچ وقت نتانن یک حکومت مستقر و قوی در کابل جور کنن و افغانستان از اون خانه جنگی با یک حکومت قایم و مستحکم بکشن. ببینید یک مثالش هست.
امیر قم مثال دوستم اگه برتان بتم که در مکرویان چی جنایت هایی را کرد، امیر قم دیو مثال جنرال فوزی را اگه برتان بتم، جنرال بابا جان اگه در خیرخانه برتان بتم، این بسیار یک داستان بزرگ است که به دست بزرگ غربی ها. چرا پلان غربی ها چی بود؟ پلان غربی ها بعد از سقوط حکومت و آمدن مجاهدین این بود همون مجاهدین و عرب هایی را که در طول جهاد یعنی در حدود 75 الی 100 هزار مجاهدین که از ممالک عربی با قیادت استاد سیاف به افغانستان آورده شده بودن، اونو مجاهدین که در او خیرو بودن در مقابل روسا و بعد از این به زیرو بدل می شدن و به تروریست بدل می شدن، این چطور از بین ببرن؟ فلحاظا در مجاهدین در بین خود انداخت، جنگ علیه از او مردم شروع شد و عربا را مجاهدین بودن او را تروریست و القاعده خواندن و به این رقم افغانستان به یک منجلاب خانه جنگی داخلی رفت که در نهایت در سال 1994 یک حرکتی به نام طالبان از قندهار در مقابل از اینا شروع شد و بالاخره در 1996 کابل سقوط کرد تا 2001 اینا حکومت کردن و در نهایت پس 2001 امریکای به شکل لباس سیاه دوباره به اشغال همون سرزمینی که با اینا احسان کرده بودن اینا را یک قدرت بزرگ جهانی ساخته بودن با لباس سیاه برای زدن و کوبیدن عموم ملت مجاهده که خون داده بود برای آزادی وطن خود و در نتیجهش امریکا مزایای ازو رو گرفته بود و سرکوبی ازو دوباره به افغانستان درآمد و 20 سال دیگه افغانستان به خاک و خون کشانیده. تشکر فاطمی صاحب، اجازه بدید بس را جنبندی بکنیم. راه حل چی است و یک مسئله دوم، مردم چگونه بدانه که ملامت و سلامت کی بود و این دو تا را و این دو مورد را که من اشاره میکنم چگونه اینا را تشخیص بتن و تمیز ببینید؟ در این مورد ما مجاهدین، بزرگای ما، رهبرای ما، همگی ما به نزد خدا مسئول هستیم و به نزد ملت هم مسئول هستیم. از خاطر از این که ما در دور اول کامیابی جهاد خود نتانستیم که به اولاد خود و ما چون در جنگ های خانه جنگی داخلی مصروف شدیم نتانستیم که حقایق را که باید به ملت گفته می شد و جنگ و جهاد را که ملت کرد و در بین ملت به نسل دوم انتقال پیدا می کرد تا بین مجاهد و قهرمان اصلی و خائن تمیز و تفریق میکردن. امروز که جوانایی که بر مسعود عکسش ببخشن مسعود گفتم با دکتر نجیب عکسش به سینه میزنن و او را قهرمان میدانن و قهرمان و مجاهدی که در رای وطن قربانی داده او را خائن و قاتل و جنایتکار میدانن. این ناکامی کی است؟ این ناکامی ماست. ما نتانستیم که جهاد خود حقانیت خود به انتقال بتیم به نسلای بعدی و دوم و این مشکل نه تنها که دو دوران صورت گرفت، تکرار تاریخ دوباره داره در 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 تکرار است. ما شما ما حتی قبل از آمدن امارت اسلامی ما چون با اینا در تماس بودم با اینا پیشنهادات روان میکردم که وش که بوده با وقتی که به کابل مدراین و میاین قبل از اینکه اینا بیاین و قبل از اینکه معاهده دوحه شوه این پیشنهادات ما بود با اینا، وش که اردو را منحل نکنین، وش که عفی عمومی را اعلان نکنین. عفی عمومی را که از رسیب اعلان کرد در نتیجه شی جنرالات در آمدن زدن کلگی را بدنام کردن. امروز او جنرال ها را کسی نامش هم نمیگیره. هر کس که خائن میگه نمی هفتش رهبر جهادی ما را خائن میگه، همی قماندان های جهادی ما را خائن میگه در حال که جنایت کسی دیگری کرده. فلحاظا از امارت اسلامی اونمو تکرار اشتباه را دوباره کرد، اردو را منحل اعلان داد، اعضای به حساب کارگری دولت از دولت فرار کردن، عفی عمومی را اعلان کرد در نتیجهش کسایی آمده رئیسن که اونا جنایت کردن به این سرزمین، با مال و دارایی از این ملت خیانت کردن، اونا ال در بیرون هستن، خانه‌ای اونمو جنایتکارا که باید مصادره میشد در حق از این ملت او را اینمی امارت اسلامی داد با دیگر داده خانه های چنه برچان نگاه میکنه. تشکر. نقطه نظر اسلامی دو استاد ارجمند به حساب اسلامی در اینجا داریم، اینا گفته میتونه برتان که نقطه نظر اسلامی این مالای از این مردم باید مصادره شود. تشکر. کوتا چون باید دیدگاه آقای وزیر هم داشته باشه و اشتباهات صورت میگیره و ما از تاریخ هیچ چیز را یاد نمیگیریم. فلحاظا هر بدنامی و هر مشکلی که داره وجود داره او به دست خود ماست. اگر ما از اسلام و از جهاد خود درست دفاع میکردیم و ایره به ترویج میدادیم و جوانا را امروز کمونستان نمیتونستن که بیاین در تلویزیون در پالوی ما بیشینن و جنایتکار خود شهید و قهرمان بگن و شهید و قهرمان ملت مرا او را خائن و جنایتکار اعلان کنن. تشکر آقای فاطمی.